رسیدیم به رشحه سوم در بیان حکمت‌های مرگ. خب در این قسمت که در حضورتان بودیم، نسبت به اینکه در روز قیامت احوال انسان‌ها عرضه می‌شود و در چند مرحله و چند وهله این عرضه اعمال و عرضه افعال انسان انجام می شود، یکی هم در عرصه رستاخیز است و نزد خداوند متعال است که همه اعمال انسان به او، به خود او عرضه می شود و همچنین به فرشتگان، به حضور خداوند نیز این اعمال و افعال انسان عرضه می شود. مثالی زد از جناب لقمان که در جوانی که برده‌ای بوده است با در خدمت خواجه‌ای، آن خواجه بردگان و غلامان رو فرستاده بود که میوه بکنند و میوه بچینند و برای او بیاورند. وقتی که رفتند، آن غلامان دیگر میوه هایی که باید می آوردند برای خواجه خود همه را خوردند و لقمان از آنها چیزی نخورد. وقتی نزد خواجه برگشتند، آنها تهمت زدن به لقمان که آن میوه هایی که بوده است آن را همین لقمان خورده. لقمان هم گفت ای خواجه، با من بداندیشی مکن، سخن من سخن راست و درستی است. اگر میخواهی که صدق سخنم معلوم شود، به همه ما تا جایی که میتوانی آب گرم بده و ما را بدوان، آن وقت خواهی دید نتیجه چه میشود. خواجه به حرف او عمل می کند، همه غلامان را جمع می کند، به آنها آب گرم فراوان می دهد و اینها را در هوای گرم می دواند، خود با اسب و آنها پیاده کوه و دشت را می پیمایند تا اینکه بعد از مدتی اینها همه قی می کنند، استفراغ می کنند و هر آنچه که در درونشان بوده است بیرون می ریزد. از آن آنها همه میوه ها بود و میوه هایی که خورده بودند و از آن لقمان فقط آب بود، آب صاف بود. مولانا این مثال رو میزند که آن روزی که همه اسرار و همه مکامن جهان آشکار میشود و همه انسان ها آنچه را که کشته اند درو میکنند، در این شکل همه اینها در آن روز عرضه می شود. یوم تبل السرائر اتفاق می افتد، آن جایی که، آن روزی که همه اسرار در آنجا آشکار می شود. و این یک مثالی است که همه بدانیم که روزی همه آن اشتباهات ما، گناهان ما، بدیها و زشتی هایی که در این جهان کرده ایم در آن جهان البته معلوم خواهد شد. علاوه بر اینکه این یک واقعیت است که همه اعمال ما در آن روز عرضه خواهد شد و همه اعمال ما واقعیت خود رو پیدا خواهند کرد، همه کشته های ما در آن جهان درو خواهند شد، اما مهمتر از آن اثر اخلاقی و اثر تربیتی فوق‌العاده‌ای بر زندگی انسان دارد. اگر انسان بداند که این کاری که انجام می‌دهد، این کار بدی که خدای نکرده می‌کند، آن یک روزی معلوم خواهد شد، آن وقت یک انتهایی به او می‌دهد و او دوست می‌دارد و سعی می‌کند که دیگر کار بد نکند بلکه کار خوب بکند که اگر هم آشکار شد از آن بیمی نداشته باشد بلکه از آن شاد شود. و این بسیار امر مهمی است
و این قصه ای که گفتند که انسان ها برخی این آثار قیامت و این روز قیامت رو باور نمی دارند. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که آقا شما به قیامت اعتقاد دارید؟ ایشان گفت بله ما اعتقاد داریم. گفت من اعتقاد ندارم به قیامت، من قیامت رو نمیپسندم، نمیپذیرم، چون این چیزی ممکن نیست که انسان بمیرد بعد از مردن بعد از هزاران سال دوباره زنده شود و همه آن اعمال و احوال او عرضه شود، چون این چیزی ممکن نیست. امام صادق علیه السلام برعکس خیلی از ماها که اگر چون این سخنی به او بگویند برمی آشوبیم، ناراحت می شویم، شخص رو از خود ترک می کنیم. به محض اینکه مالاسف در جامعه ما سؤالی توسط یک جوان، توسط یک انسان مطرح می شود، زود او رو سرکوب می کنیم. اجازه سؤال کردن، اجازه انتقاد به اعتقادات را نمی دهیم. امام صادق برعکس اینها بود است. در خدمت امام صادق می آمدند دهریون صحبت می کردند، کسانی که اصلا اعتقادی به خدا نداشتند. امام آنها رو با برچسب کافر از خود نمی راند. امام نمی گفت که تو کافر هستی و با من سخن مگو. از آن 5000 نفری که در میان شاگردان امام صادق علیه السلام بوده است، قریب به 500 نفرشان خدا نشناس بودند، آنچنان که برخی گفتند. آنهایی بودند که اصلا به خدا معتقد نبودند، به اصول دین معتقد نبودند، به معاد و به نبوت، حتی به امامت این بزرگواران هم اعتقاد نداشتند. اما این بزرگان هرگز با آنها به بدی و خشونت رفتار نمی کردند، بلکه با آنان سخن می گفتند. ما در تاریخ اسلام، در تاریخ روایات و احادیث بسیار داریم که امام با اینها نشستند و خیلی بحث آزاد و کاملا آزاداندیشانه با اینان سخن گفتند و هرگز بر نیاشفتند و هرگز اینها رو نرانده‌اند از خود، هرگز به اینها آن انگها یا آن نسبتهای ناروایی که معمولا اکنون اگر یک جوان سوال کند ما به او نسبتهای ناروا میدهیم و از او تبری می جوییم، آن بزرگواران چنین نبودند. خب این شخص می آید پیش امام صادق علیه السلام، می گوید که من معتقدم قیامتی نیست. امام خیلی سوال خیلی خوبی می کند. می گوید من یک سوال بکنم از شما، اگر چنین باشد اشکالی ندارد، شما می توانید نپذیرید. بعد میگوید خب بپرس. امام میفرماید که فرض کردیم که من این همه از خدا میترسم، کارهایم رو با او تنظیم میکنم، میترسم که مبادا قیامتی باشد و دوزخی باشد، بهشتی باشد، به هر حال کار خوب میکنم که در بهشت قرار بگیرم، کار بد نمیکنم که در دوزخ نروم. آیا اگر در روز قیامت یا بعداً معلوم شد که این دروغ بوده است، چنین مطلبی وجود نداشته است؟ اصلا فرض کنیم بعداً یه جایی بعد اینکه مردیم همه فهمیدیم که خدایی وجود نداشته است، فهمیدیم قیامتی هم وجود نداشته است، هیچ چیزی نبوده، همه اینها دروغ بوده است، اینها بافته‌ها و ساخته‌های ذهن برخی بودند، نه خدایی، نه قیامتی، نه معادی، نه کتابی، نه هیچی نبوده است، آیا من ضرر کرده ام یا ضرر نکرده ام؟ اون شخص که خب شخص عالمی بود گفت نه شما ضرر نکردی، یک سری کارهای اضافی انجام دادی ولی ضرری نکردی. بعد امام فرمود که ولی اگر احتمال دهیم، احتمال که ممکنه ما هر احتمالی رو میتوانیم بدهیم، حتی فرض محال هم گفتن که محال نیست، چیزی که محال است فرضش محال نیست، خودش ممکنه محال باشد ولی فرض ذهنی آن محال نیست.
فرض محال بگیریم، فرض کنیم که یک خدایی هست، یک قیامتی هست، یک بهشت و دوزخی هست، یک جریاناتی هست، پیامبر نبوتی هست و امامتی هست و اینها، آن وقت تو ضرر کرده یا ضرر نکرده ای؟ پاسخ داد البته من ضرر کرده ام برام صورت، اگر درست باشد، اگر فردا دیدیم که خدا هست. خب امام فرمود که این شرط عقل است، دفع ضرر احتمالی شرط عقل است. انسان وقتی که یک ضرر احتمالی رو میبیند، دفع آن شرط عقله، یک امر عقلانی است. و این خیلی استدلال خوبی است، خیلی استدلال متین و مستحکمی است، اینکه ما بگوییم که فرض کنیم که همه این چیزهایی که گفتن نبوده است، ولی خدا نهایتا به ما چه گفته است؟ گفته دروغ نگویید، گفته همدیگر رو دوست بدارید، گفته نماز بخوانید، گفته روزه بگیرید، اینها که ضرری برای، گفته اگه ضرر دارد نگیرید، درسته؟ هیچ ضرری ندارد که اینها. نهایتا ما چند دقیقه وقتمون رو بیشتر از دیگران تلف کرده ایم، اما از ثمرات آن هم شاید بیشتر استفاده برده ایم. ما هیچ ضرری نکردیم، اما کسی که میگوید، اگر میگوید نیست و فردا ببیند که هست، کار او مشکل خواهد شد. مثال زدم، میگوین یک آدم دیوانه ای بیاید و بنشیند در حضور شما، شما میدانید دقیقا دیوانه است، بگه فلانی الان که نشسته بودی من دیدم که یک عقرب رفت در داخل کفش تو. خب دیوانه است، شما دیوانه که به حرفش توجه نمی کنید، ولی چه می کنید شما؟ می دانید او دیوانه است، می دانید هیچ عقل درست حساب نده، اما عقل حکم می کند که یک قبل از اینکه این رو بپوشید یک تکانی، این کفش تکانی بدهید، نکند راست بگوید. بچه 3 ساله مثلا، 3 ساله همسایه اومده میگه مثلا عمو دیدم که من یه سوسک رفت تو جیب مثلا کتت مثلا. خب من چه میکنم؟ من میگم این بچه است، بچه دروغگویه، این که چیز. ولی خب شرط عقل چیه؟ یه تکانی بدم دیگه، اشکالی نداره که. حال مثلا یا کسی مثلا میآید و میگوید که فلانی نرید، مثلا سیل آمده در فلان جا، نرید از اون جاده، نرید. ما چه میکنیم؟ ما معمولاً توجه می‌کنیم، یک از هواشناسی می‌پرسیم، از کسی که در آن طرف هست، به شهری می‌خواهیم برویم، از آنجا یک پرسجوی می‌کنیم که چگونه هست، اوضاع احوال چطور. یعنی دفع ضرر احتمالی شرط عقل است، این یک امر عقلانی است. هر انسانی ضرری رو، هرچند احتمالش بسیار اندک باشد، هرچند احتمالش خیلی کم باشد، می‌خواهد که آن ضرر رو دفع بکند. این یک امر عقلانی است، این امری است که همه ما می توانیم این رو به راحتی بپذیریم. خب حالا 124 هزار نفر انسان آمدند که همگی به راستگویی شهره بودند، همگی جزو عقلای زمان خود بودند، از بهترین انسان هایی بودند که در آن دوران ها وجود داشتند، همه آنها به اذعان همه مردم جز بهترین خلق بودند، بهترین مردمان بودند، جز عالم ترین ها بودند. اینها همه آمدند گفتند یه خدایی هست، اینها همه آمدند گفتند یک معادی هست، یک بهشتی هست، یک اوضاع احوالی هست. حال شرط عقل چیست؟ شرط عقل این است که ما این سخن احتمالی آنها را بپذیریم، برای اینکه دفع ضرر محتمل بکنیم، برای اینکه آن ضرری که احتمال دارد اگر سخن اینان درست باشد جلوگیری بشه. اگر هم درست نبود که ما چیزی از دست ندادیم، هیچ ضرری نکردیم ما، بلکه آنچه که اکنون خیلی ها میگویند به همان عمل کرده ایم. الان مصلحان اجتماعی که به دین هم اعتقاد ندارن چه میگویند؟ میگویند همه آن حرفایی که شریعت گفته است همه مگر چیست؟ همه چیزهایی است که عقلا هم همین رو میگویند. دروغ نگویید، به همدیگر خیانت نکنید، آنچه را بر خود نمیپسندید بر دیگران نپسندید، با دیگران مهربان باشید. خب
علم بیاموزید و همه اینهایی که گفته شده است، همه اینها امثال این سخنان هم همه عقلانی است. اما اگر یک کسی نپذیرفت، بنا به اصل دفع ضرر احتمالی شایسته است که او توجه کند به این و جلوگیری کند. شاید درست بود، شاید یک دفعه اتفاق افتاد. این دفع ضرر احتمالی شرط عقل است. خب در بحث بعدی از این مقدمه که بگذریم، رسیدیم به رشحه سوم در بیان حکمت‌های مرگ. خب حال این سخنانی هم که مولانا یا مصلحان بزرگ اجتماعی گفتند، مصلحان دینی گفتند، این رو اگر ما کامل هم نپذیریم، احتمالی بدهیم، احتمال اینکه این درست در بیاید، احتمال اینکه این صحیح باشد، در بیان آنکه در مرگ حکمت بسیار است، ولیکن تا کسی را دیده بصیرت به انوار مشاهده روشن نشود، بعضی از آن حکمت ها به دو روی ننماید. خب خیلی چیزا حکمت دارد، عمر ما حکمتی دارد، ولی ما تا زمانی که سنمان به یک حالت، به یک جای خاصی نرسید، اون حکمت ها رو درک نمی کنیم. ما وقتی که سنمان می گذرد، از جوانی عبور می کنیم، از کودکی عبور می کنیم، حکمت هایی رو درک می کنیم که قبلا درک نمی کردیم. هرچه سن ما بالاتر می روند، آن حکمت های اعمال و افعال رو بیشتر درک می کنیم. خب این یک امر طبیعی است که در همه ما وجود دارد. همه ما در حال تکامل هستیم، تکامل علمی، تکامل فکری. حکمت هایی رو که قبلا درک نمی کردیم، البته کم کم درک خواهیم کرد. یکی آن است که تا حال آن کس روی به ترقی نهد، چه از بد به وجود تا روز مرگ، هر تبدیل که به مثابه فنایی است، او را ترقی دیگر روی داده است. پس به مرگ نیست که تبدیل دیگر است ترقی یابد، کما اشاره حضرت المولوی. خب قصه اینه که میگه شما از هر حال که مرده اید، از هر حالی که رها شده اید، متکامل تر شده اید. شما وقتی از کودکی مرده اید و به نوجوانی زنده شده اید، متکامل تر شده اید. یا غیر از این است، وقتی که همه ما چنین هستیم، وقتی از نوجوانی مردیم و به جوانی زنده شدیم، آن وقت هست که متکامل تر شدیم. از جوانی به میانسالی، از میانسالی به کهنسالی، ما رفته رفته متکامل می شویم. چگونه هست که وقتی که مردیم، آن وقت این تکامل باز ایستد؟ چنین نیست. آن سخن مشهور حضرت مولانا که همه از حفظ دارید، که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. گفت که من از جماد بودن مردم، جامد بودیم همه ما، از جمادات بودیم، اجزای عنصر وجودی ما همه جامد بود، مواد عالی یا مواد معدنی بودیم که در ما وجود داشت. این مواد آمد و کم کم در پروسه تکامل، گویا مثلا مولانا این پروسه تکامل داروین را هم می‌دانسته است که چنان زیبا این رو بحث کرده است. آن پروسه تکاملی که دانشمند بزرگ جهان داروین کشف کرد، همین است که ما از جمادات، از سلول‌های اولیه، از کربن و هیدروژنی که جامد هستند و حیاتی ندارند، از آنها به وجود آمده ایم. از تغییر و تحولی که از کربن و هیدروژن و اکسیژن است و اینها با هم دیگر مخلوط شده اند، بنا به علوم شیمی و علم های زیست شناسی، ما کم کم حیات به وجود آمده است. حیات در مثلا در حالی که در دسته های میانی اتفاق، ویروس چیزی است که بین جماد و نبات است. بین ویروسی که مشهور است، میگوین آن است که بین جماد و نبات باشد، هم خصوصیات جمادی دارد، هم خصوصیات نباتی دارد. خب در حقیقت حد فاصل جماد و نبات است، به خاطر همین است که با ویروس ها جنگیدن کار سختی است و باید هر دو
مبارزه رو هم مبارزه جمادی و هم از جهت نباتی با اون مبارزه کرد. بعد که نبات می شود کم کم تکامل پیدا کردن و جانوران اولیه به وجود آمدن. میگم باکتری ها هم همان حد فاصل نباتات و حیوانات هستند که رفتارهای نباتی از خود بروز میدهند و هم رفتارهای حیوانی از خود بروز میدهند که باز با باکتری ها هم ما آشنا هستیم. و پس از آن کم کم این نبات تبدیل به حیوان میشود. این نباتی و حیوانی در حقیقت باکتری ها حد فاصل بین نباتی و حیوانی هستند و حیوانیت رو تشکیل میدن و کم کم بالاتر آن حد واسط های دیگر رو هم دانشمندان علم زیست شناسی بیان کرده اند. ما بنا نداریم که راجع به آنها زیاد توضیح دهیم، ولی این روشنه که ما اول از جماد بودیم، بعد نبات شدیم، گیاه شدیم، از گیاه به حیوان آمدیم، از حیوان هم به انسان آمدیم، از انسان هم میگه که بار دیگر از بشر هم بمیرم و از ملائک بال و پر خواهم گرفت، من بار دیگر هم چنین خواهم شد. یعنی خداوند این جهان رو جهان تکامل آفریده است، من هرگز نخواهم ایستاد، من پس چه ترسم کی زمردن کم شدم. مولانا خود میگوید که من نمی ترسم، من از مردن کی کم شده ام که از مردن بترسم، من هر قدر که مرده ام متکامل شدم. آیا جماد متکامل است یا نبات؟ گیاه البته از نظر زیست‌شناسی متکامل تر از آن است. آیا گیاه متکامل است؟ متکامل تر است یا حیوان متکامل تر است؟ البته که حیوان بنا به علم زیست‌شناسی جدید متکامل تر است. آیا حیوان متکامل تر است یا انسان؟ البته که انسان متکامل تر است. خب وقتی که از جمادی میمیرد به نباتی زنده میشود، از جمادی فانی می شود بقا به نبات پیدا می کند، از نبات فانی می شود و می میرد و به حیوان باقی می شود و به حیوانیت زنده می شود، از حیوانیت نیز می میرد و به انسانیت، انسان ناندرتال، انسان کرومانیون، انسان هایی که مثلا از شامپانزه ها یا از حالا گفتن رده های مختلفی هست، از آنها انسان پدید آمده است. میگویند مشخصات کروموزومی شامپانزه ها 98% نزدیک به انسان است و اکنون این ژنوم انسانی رو که پیدا کرده اند شباهت های فراوانی دارد، گسترش مغز و گسترش اون سلسله های عصبی و این موارد که در کتب مربوطه هست و دوستان عزیز حتما خوانده اند و یا میتوانند که مراجعه و مطالعه بفرمایند. این که اینها رفته رفته متکامل شده است هیچ بحثی در این نیست. میگوید که این خدایی که امر رو بر تکامل قرار داده است چگونه ممکن است مرا اینجا بمیراند، مرا اینجا همینطور بیهوده قرار دهد و من اینجا بمیرم، بپوسم و به تکامل نرسم. آن تکاملی که من دیده ام بر اثر مرگ بوده است، پس حالا هم نمیترسم، چون اگر از این جهان هم بمیرم البته از عالم بالاتر و زیباتری سر برخواهم آورد. یک جوجه‌ای که درون تخم هست به هر حال بهش بگن که وقتشه، وقت رسیدنه، بیا بیرون، میگه نه اینجا کاخ سفید است و خیلی هم زیباست و هیچ ایرادی ندارد، گرم است، زیر بالهای گرم، نمیداند مادر رو که نمیشناسد، میگوید زیر بالهای هستیم یا اینجا گرم است و قل میخوریم و به هر حال خیلی هم خوبه، من چرا بیایم بیرون؟ من چرا از تخم بودن بمیرم؟ چون فکر میکند که مردن یعنی خاتمه روز، از آنجایی که هست خیلی راضی هست. اما وقتی که وقتش رسید، مانند مرگی که برای ما میرسد و حتمی هست و چاره ای جز این نیست که ما از یک زندگی بمیریم و به زندگی دیگر حیات پیدا کنیم، آنجا که او آن مادر با نوکش میزند، احتمالا دیده اید این برآمدن جوجه رو، بسیار جالبه، اگر دوستان ندیدن سعی کنن یک بار تجربه کنن، این رو بسیار زیباست. مادر که این کم کم این رو یا میزند یا کم کم خود اینها باز میشوند
و این جوجه میاد بیرون. وقتی اومد اول یک لرزه‌ای دارد، می لرزه به خودش. وقتی لرزید یه مقدار میمون اونجا، بعد چنان سریع میدوه که اصلا شگفت انگیزه، یعنی میفهمه که از آن قفس چگونه آمد بیرون و با سرعت شروع به دویدن میکند. این جوجه که به محض اینکه این به دنیا آمد، حالا بسته به موقعیتش یک در حقیقت زمان خاصی دارد که چون میشود. خب اگر میاد بعد نگاه میکنه چه جهان زیباتری هست این بیرون. آنجا اگر بهش بگویم دوباره برگرد داخل تخم‌مرغ، آیا حاضر است برگردد؟ آن محیط گندیده، آیا شما بوده است که این تخم‌مرغ رو باز کردید؟ البته الان اتفاق نمیافتد، قدیما خیلی اتفاق میافتاد که باز میکردی میدید که یک لاشه هست، اصلا بوی تعفن و بوی زشتی میامد. حال یه شخصی بگوید که ای جوجه دوباره برگرد به همان مکمن خود، چرا از تخم‌مرغی مردی؟ میگوید خب من خیلی خوب شد از تخم‌مرغی که مردم به مرغ بودن زنده شدم. من این همه خوردنی های زیبا هست، این همه جاهای خوب است که بدوم، حرکت کنم، بازی کنم، چقدر زیبایی ها اینجا هست. دقیقا نسبت همان است، این نسبت کره زمین ما دقیقا مانند، برای البته برای آنهایی که اهل پروازن، اهل سیرن، اهل سلوکن، برای آنهایی که از این جهان، از این تخم‌مرغ زمین بیرون رفته اند، از این تخم‌مرغ کهکشان‌ها بیرون رفته اند، به بالاها سر زده اند، نه برای هر کس. آنها وقتی که بهشان بگویید که از اینجا عالم بسیار بالاتر و بزرگتری هست، اونها باور نخواهند کرد. و این مهمه که وقتی انسان میفهمد که عالم دیگری هست که مرده باشد، این بدبختی اینجاست. اگر همین الان به ما نشان میدادن که در آن عالم دیگر چه خبر هست، در ملکوت الهی چه ها وجود دارد، آن چیزی که حضرت عیسی گفت که ای انسان ها از این جهان رخت بربندید، ملکوت الهی منتظر شماست، چرا حرکت نمی کنی؟ هیچ کس باور نکرد. گفتم ملکوت کو؟ ملکوت ما همین جاست، در همین جهان هست. در همین جهان رو محکم گرفتن و حاضر نشدن از این جهان رخت بربندن. اما اگر کسی از آن ملکوت خبری داشته باشد، آن وقت حتی یک لحظه هم حاضر نمی شود در این بدن تنگ و تاریک بماند، یک لحظه هم حاضر نیست این رو تحمل کند. این سنگینی که در این بدن ما هست هرگز او رو تحمل نخواهد کرد و خواهد خواست که در ملکوت اعلی به پرواز در بیاید. اما مشکل این است که انسان تا نمرده است نمیداند. به قول معروف حلوای تنتنانی است که تا نخورد نخواهد دانست، اگر خورد بعداً هی طلب خواهد کرد. خیلی قصه البته روشنی است. مولانا می‌فرماید که هر کس که در از قسمتی مرده است، از قسمتی فانی شده است، در قسمت بالاتر زندگی یافته است. پس این قاعده کلی است در جهان. بنابراین الان که ما در این جهان هستیم، اگر بمیریم قسمت بالاتری خواهیم بود. و تعجب از این مردم عوام است که اینقدر از مرگ می‌ترسند و خیلی‌ها این حسرت رو می‌خورند که چرا این جماعت اینقدر میترسند، چرا از یک چیز بیهوده میترسند. مانند حسرتی که ما میخوریم، یک بچه یک چیزی رو از دست میدهد، یک مثلا یک چیز خیلی کوچکش رو از دست میدهد، یک مثلا سنگ مثلا رنگی رو از دست میدهد، چقدر میشینه براش گریه میکنه. ما چقدر حالمون، دلمون به حالش میسوزه که آخه این که چیزی نیست، چرا مثلا گریه میکنی؟ ولی او گریه میکنه چون هرگز حرف ما رو نمیفهمد. هزار بار بهش بگیم که نه این مهم نیست، میگه نه چرا مهم نیست، خیلی هم مهمه، خیلی هم اساسیه. خب ما چقدر زجر میکشیم وقتی که میبینیم کودکی داره به خاطر چیز بیهودهی داره گریه میکنه و خودش رو به این ور اون ور میزنه. اون اولیای الهی هم هی به ما نگاه میکنن و
از ما غم و غصه‌شو میگیره، به حال ما گریه میکنن که این بدبخت‌ها چقدر بدبختن که به خاطر این چیزهای حقیر گریه میکنن، به خاطر این چیزهای حقیر است که خود را عذاب میدهند، به خاطر این چیزهای حقیر غمگین و اندوهگین میشوند. مانند آن زجری که ما از اندوه یک کودک میبریم به خاطر چیز بسیار ساده و ابتدایی، آنها نیز به ما میگویند آخه این که چیزی نیست، چرا به خاطر این غم و غصه میخوری؟ ای انسان بدبخت، چرا غم و غصه میخوری بیهوده؟ چرا شادیت رو به خاطر چیزهای ابتدایی از دست میدهی؟ ولی کو گوش شنوا؟ آنها میگریند به حال ما، ولی ما تا زمانی که نمرده این درک نخواهیم کرد. وقتی که مردیم خواهیم دید ای بابا چه اشتباهی کردیم، از اساس نباید ما چنین میکردیم. ای کاش کسی بود به ما میگفت، ای کاش کسی ما رو از خواب غفلت بیدار میکرد. خب آنها هم گفتن به خدا ما آمدیم، به شما هزار بار گفتیم ولی تو گوش نکردی. اون قصه خر برفت و خر برفت و خر برفت رو شنیده اید دیگه. آن صوفی آمد در جلوی خانقاه، آمد خرش را در جلوی خانقاه گذاشت، رفت داخل، گفت که مولانا خیلی زیبا همتان خونده اید، گفت که من گرسنه هستم. اینا هم گفتن خب ما هم گرسنه هستیم ولی چیزی نداریم که بخوریم. هی به او گفتن که آقا یک خر هست در بیرون، اینو ببریم بفروشیم. به این میگن که یک خر هست در بیرون، اینو ببریم بفروشیم، باهاش سور و سات شام رو درست کنیم. اینم گفت آره خوبه. گفتن یک خر هست بیرون که میخوایم اونو ببریم بفروشیم، سور و سات شام امشب رو فراهم کنیم. گفت بله خیلی هم خوبه. صد بار بهش گفتن، گفت بله اشکال نداره. آخرش بردن اونو فروختن. بعد که فروختن آوردن دو سور و ساتی و همه دست میزدن و کف میزدن، همه شادی میکردن که خر برفت و خر برفت و خر برفت. این بدبخت هم که صاحب خر بود خودش با اونها هم نوا شده بود، میخندید و شاد بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت. صبح که شد این خوابید، خیلی تشکر کرد، خیلی لطف کردید، خواست بیاد بیرون، گفت من یه خری داشتم اینجا. گفتن ابله، آن همه شب که بهت گفتیم یه خری هست آن بیرون، میخواییم اون رو ببریم بفروشیم، چرا درک نکردی؟ گفت من نمیدانستم منظورتان من هست. همینه، این همه اعلامیه ها رو میبینیم در این، همه در مراسم شرکت میکنیم ولی هیچ کدام فکر نمیکنیم که ممکن است روزی عکس من بر همان اعلامیه باشد. فکر میکنیم آن برای دیگران است، مانند آن گوسفندانی که در ردیف هستن برای سلاخی شدن، یک یک این سلاخان محترم اینها رو میگیرن میزنن زمین. من همیشه کودک که بودم فکر میکنم اینا چرا فرار نمیکنن. خب میبینی اون همجنست رو آوردن گرفتن کشتن، چرا تو چرا حرکتی نمیکنی؟ لااقل یه نه مثل گوسفند سرش رو انداخته پایین و میره. این قصاب جان، قصاب مرگ ایستاده است در آنجا نشسته و دارد یک یک سر ما رو میبرد، سر دوستان ما رو کم کم داره میبره. خب میشنوید زیاد اتفاق میفته، فلانی هم فوت کرد، ای فلانی خدا رحمتش کنه، ناراحت هم میشنید. خب آن فلانی ممکن است من فلانی باشم، من باشم، بیا چرا من خودم را از این قضیه مبرا میدانم؟ این رو بدانم که آن خر ممکن است برود، این خر وجود من ممکن است برود. مولانا آنجا خر رو مبدأ جسم قرار داده است و روحی که فارغ آن هست. و مولانا مثال میزند، میگوید که حضرت عیسی بر خر سوار میشد و میرفت، میگوید روح عیسی رو حفظ کن نگهدار، و الا خر عیسی که رفتن نیست. این جسم ما چون خری است و روح ما عیسی است که بر این خر سوار است، بر این جسم سوار است. ما آنقدر از عیسی جان غافل مانده ایم که به فکر خر هستیم و اگر خر برود ما بسیار اندوهگین میشویم، در حالی که بایستی به فکر جان خودمان باشیم، به فکر عیسی باشیم نه خر عیسی. تو از آن روزی که در هست آمدی
آتشی یا خاک یا بادی بودی. مولانا همان مباحث رو میگه. من چون توضیحات رو عرض کردم با عزتون یه مقدار سریع حرکت میکنیم. میفرماید که تو یا آب، خاک، باد و آتش، عناصر اربعه که گفتند، حالا نظر خودم ها چنین بوده است، میگوید وقتی که در هستی آمدی تو جمادی بودی، یا خاک بودی، یا آب بودی، یا مثلا هر کدام از اینها بوده ای. اکنون هم که ما میبینیم این عناصر وجود دارن، میدانیم بله این عناصر غالبا در خاک، این عناصری که ما از آن به وجود آمده ایم وجود دارد. اگر یک وجود انسان رو در نظر بگیریم، حدود 75% آب، یک مقدارش چربی ها هستن، یک مقدارش مثلا فسفر ها، استخوان ها و چیزهای دیگه هست و میتوان به آن توجه کرد. تو از آن روزی که در هست آمدی، تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی، یا آتش بودی یا خاک بودی یا باد بودی. گر بر آن حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. اگر تو در آن حالت باقی بودی و صلاح بود که باقی بمانی، دیگه این ارتقا برای تو وجود نداشت، تو دیگر متکامل نمی‌شدی، به تکامل نمی‌رسیدی. هارون الرشید اومد گفت که یک حکیم بود، گفت به من ای کاش دارویی بود که من میتوانستم زیاد بمانم و زیاد سلطنت کنم در این جهان. حالا همه بودند اونجا، یکی گفت که اگر تو آنها نمیمردن نوبت به تو نمیرسید و اگر تو هم نمیری نوبت به دیگران نمیرسد. این است که تو باید بمیری که نوبت این تخت و تاج به کسان دیگر برسد. این یک امر محتوم است. گر بر آن حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. از مبدل هستی اول نماند، هستی بهتر به جای او نشاند. خب آن کاری که آن مبدل کرد، مبدل کیست؟ مبدل خداوند است، آن که بدل می کند، آن که همه چیز را عوض می کند. همان در مورد ذات و صفات و افعال که بحث کرده اند، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، همان توحید افعالی است. یعنی اینکه هر فعلی از جانب خداوند است، نسبت وحدت می دهیم به فعل خداوند. آن مبدل فقط خداست. ما فکر میکنیم چیزی رو به چیزی بدل کردیم، انگور را مثلا به شیره خرما بدل، به شیره انگور مثلا بدل کردیم، خرما رو به شیره آن، یا مثلا انگور را به شراب بدل کردیم. ما فکر میکنیم که بدل کردیم، سرکه ساختیم. آن مبدل اصلی همان خداوند است. از مبدل هستی اول نماند، از کار، از فعل آن مبدل که همه تبدیلات به دست اوست و ما به اشتباه فکر کنیم که آن تبدیل ها به دست ما هست، اما در حقیقت مبدل حقیقی اوست. از مبدل هستی اول نماند، آن هست اول که بود از او باقی نماند. آن هیولای اولا که جهان از آن به وجود آمد، یعنی آن شکل کلی که وجود داشته است، آن دیگر باقی نماند و از آن هزار گونه اصناف موجودات در وجود آمد. هستی بهتر به جای او نشان، هر هستی که بود هستی بهتری به جای آن نشان، و هر چه که بود، چون عالم عالم تکامل است. این بقاها از فناها یافتی، از فنا پس رو چرا برتافتی. میگه این همه بقا که پیدا کردی از فنا بوده. اگر این بقاهای زیبا رو اکنون داری، اگر آن فناها نبود به این بقاها دست پیدا نمی کرد، اگر آن مرگها نبود این تولدها در او وجود نداشت. زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چسبیده ای ای نافتا. نافتا یعنی ای ناجوان مرد. میگه تو نافتا شده ای. چرا؟ چون که آنچه که قبلا بوده است تو او رو فراموش کردی. همه آن فناهایی که بوده است و تو را با خود برده است، از آنجا چه زیانی برای تو محتمل شد؟ چه زیانی به تو رسید؟ هیچ زیانی نرسید، بلکه هر فنا که بود یک فایده عظیمتر برای او پدید آمد. مگر
یک گیاه با یک حیوان قابل مقایسه است؟ مگر یک حیوان با یک انسان قابل مقایسه است؟ خیلی تفاوت‌های عمده و عمیقی دارن اینا. از این جهت هر وقت فانی شدی دوباره بقا پیدا کردی، چون دوم از اولینت بهتر است، پس پناجو که مبدل برتر است. این که دومت از اولت بهتره، چون تکامل پیدا می‌کنه. وقتی یک دو میشود، این دو بهتر از یک است، و دو سه میشود، سه از دو بهتر است، و همچنین چهار از سه، و همچنین پنج از چهار، و همچنین این عالم تکامل دارد پیش می‌رود. پس پناجو که مبدل برتر است، آنچه که تبدیل شده است آب برتر است و او بهتر است، هر چه که تبدیل می شود بهتر است. چون می دانید یک اصل فلسفی وجود دارد، یک قاعده فلسفی وجود دارد که می گوید بهترین شی برای امکان، بهترین دلیل برای امکان شی وقوع شی است. بهترین شی، بهترین دلیل برای امکان شی وقوع شیء است. یعنی من نمیدانم که آیا ممکن است مثلا 500 کیلوگرم آهن در وسط هوا باقی بماند، یا مثلا 500 متر بالاتر از زمین باقی بماند یا باقی نماند. من نمیدانم. بهترین دلیل برای آن این است که چنین اتفاقی واقع شود. اگر واقع شد، این دلیل است که امکانش وجود داشته است، ممکن بوده است که چنین اتفاقی افتاده است. پس بهترین دلیل برای امکان شی وقوع شی است. این یک اصل فلسفی است، اصل عقلانی هست، همه هست، همه میپذیرند این رو. حال مثلا من یک کسی بگوید که من دیدم که مثلا 500 کیلو، 1000 کیلو، 10 تن مثلا آهن و فولاد رو دیدم که در هوا باقی مانده بود. من اگر یک بار ببینم این هواپیما رو در بالا ببینم، میگویم بله ممکن است. چرا؟ چون که بهترین دلیل برای امکان شی وقوع شی، من آن را دیدم، پس حتما این امکان دارد و حتما این به وقوع خواهد پیوست. این که ما دیده ایم همیشه که دومی از اولی بهتر بوده است، پس این قاعده هست، بهترین دلیل است که وجود یافته است، از حالت قبلی بهتر و برتر شده است. پس این یک امر استدلالی عقلانی است. ما هرقدر که بمیریم برتر خواهیم شد، بالاتر خواهیم رفت. صد هزاران هش دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه از بد به وجود. میگه از وقتی که به وجود آمدی، صد هزاران هش رو دیده ای، صد هزاران قیامت رو دیده ای، ولی باور نمی کنی. آن گلی که در خانه تان بود، آن درختی که در خانه تان بود، دیدی که افسرد، پژمرد، از بین رفت، ولی با بهار دوباره شکوفه گرفت، باز هم بالا آمد. هزار بار این درختان رو دیدی، صد هزار درخت دیده ای که همه اینها بعد از فنا به بقا رسیدند، بعد از مرگ دوباره زنده شدند. چرا عناد میکنی؟ از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتدا. این که میگه از جمادی، جماد بودی و بی خبر بودی، سوی نما رفتی. نما یعنی همان نمو کننده، و همان نبات هست، گیاه هست، به نمو رسیدی. چون جماد نمو ندارد، رشد ندارد، بزرگ نمیشود، دگردیسی ندارد، تحول و تغییر ندارد. یک سنگ رو اگر بذارید یک جا بماند، عوامل حالا فیزیکی نباشد، او همچنان هزار سال دیگر سنگ است. اما یک درخت رو شما صاحب نشونه ما خواهید، او نمو خواهد کرد، بیشتر خواهد شد، تغییرات و تحولات فراوانی در او اتفاق خواهد افتاد. از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. از آنجا هم، از نما هم مردی، حیوان، از حیوان سر زدی، از حیوان هم بمیری، از به بشر، از بشر سر برآری، از یک روزی هم از بشر خواهی مرد و از ملائک بال و پر در خواهی آورد. با سوی عقل و تمییز است خش، با سوی خارج این پنج و شش. بازم
به سوی عقل میری و تمییز. تمییز یعنی اینکه انسان بتواند بین دو چیز شبیه به هم، نزدیک به هم انتخاب کند. خب معمولا انتخاب بین دو چیز شبیه به هم سخت‌تر است از انتخاب چیزی که با هم افتراق فراوان دارند. با سوی خارج این پنج و شش. این پنج و شش هم شش جهت است، پنج هم پنج حواس است. یعنی پنج حواس ما بویایی و شنوایی و بینایی و لامسه و ذائقه، این پنج تا، شش تا هم کدام هستن؟ بالا و پایین و راست و چپ و جلو و عقب، اینها هم شش تا هستن. این پنج تا و این شش تا ما رو به قول شاعران میگن ششدر کردن. ما در بازی نرد که ششدر میکند و شخص دیگر هیچ حرکتی نمیتواند بکند و تاس او هر رقمی که بیاورد موفق نمیشود، در بازی نرد اینجا همین ششدر میشود، یعنی دیگه بالاتر از اون نمیتواند حرکت کند، مانده است. یعنی این پنج حس ما و این شش جهتی که وجود دارد ما رو در خود چنان فرو برده است که ما اصلا فکر آدم دیگر نمی کنیم، مانند آن جوجه‌ای که درون آن شیء سفید رنگ وجود دارد و حضور دارد. طالب بحر نشان پای هاست، پس نشان پا درون بحر لاست. در فناها این بقاها دیده ای، بر بقای جسم چون چسبیده ای. خیلی شاعرانه انصافا یک تشبیه عجیب سرئال هست. میگه طالب بحر این نشان پای هاست، میخواهد به ما یک مقدار رئالیستی در این حال فرارئالیزم به ما نشان میدهد. شما تصور کنید در ساحل هستید، رد پاهایی رفته است به سوی دریا و در دریا گم شده است. شما چه تصوری دارید؟ کسی رفته است و در دریا غرقه شده است. میگوید این جهانی که هست، این جهان مانند همان ساحل است و همان شنهایی است که ما بر روی آن قدم میزنیم. ولی آنهایی که رفتن به دریا رسیدن دیگه از آنها خبری نیست. آنها که مردند از این جهان و به جهان دیگر و به جهان ملکوت رفتند دیگه خبری نیست، فقط رد پاهایشان موجود است. ما به این رد پاها توجه باید بکنیم. عقل به این رد پاها توجه دارد که معلوم است کسی در اینجا بوده است، رونده ای از این راه رفته است، کسی بوده است که پایش بر این شنها اثر گذاشته و رفته است. میگوید مشکل اینجاست که ما فقط رد پا رو میبینیم و چون درون دریا نرفته ایم هرگز از درون دریا خبری نداریم. اگر کسی دریا رو در عمر خودش ندیده باشد به او بگویند چنین موجوداتی هست، چندین برابر تنوع گیاهی و تنوع جانوری در درون دریا هست و نسبت به خشکی بیرون، ولی او نمیپسندد، نمیپذیرد، چون درون دریا نرفته است. کسی که اصلا آب را ندیده است، به او از غرق شدن، از شنا کردن سخن بگویید، از کشتیرانی سخن بگویید، واقعا متوجه نخواهد شد. در فناها این بقاها دیده ای، این همه فنا بوده است و این بقاها رو در آن فناها دیده ای، اما بر بقای جسم چون چسبیده ای. چرا چسبیده ای به بقای جسمت و نمیخواهی این جسم رو رها کنی؟ حکایت حال آن غافلی که میگفت چه خوش بودی اگر مرد نبودی، و جواب او این است که مولوی میفرماید. یکی آمد گفت که ای کاش مرگ نبود. آن یکی میگفت خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان. یک عده که نیهیلیست بودند، اینها در قسمت هایی از یونان قدیم و روم قدیم فیلسوفانی بودند که اینها پوچگرا بودند و به هیچ چیزی توجه نمی کردند. دلیلش هم به دنیا بی توجه بودند. دلیلش هم این بود که پایدار نیست. چون پایدار نیست شایسته در حقیقت دلبستگی ندارد. شایستگی دلبستگی ندارد. آن دیگر گفت نبودی مرگ هیچ که نیرزیدی جهان پیچ پیچ. میگه این جهانی که پیچ پیچ است به خاطر این زیباست
که مرگ وجود دارد، اگر مرگ نبود که اصلا این جهان اینقدر زیبا نمیشد. خرمنی بودی به دشت افراشته، مهمل و ناکوفته بگذاشته. مولانا مثال خیلی زیبایی دارد، میگه این که انسانها وقتی که میخوان بمیرن در حقیقت میرسند، یعنی به علت غایی خود میرسند، به علت نهایی خود میرسند. و مثالی میزند، میگه این درخت هایی که هستن میوه های زیبایی میدهند، این میوه ها رو بگذاریم و از نچینیم چه اتفاقی میفته؟ خب میماند، از بین میرود. خدا هم این میوه وجود انسان رو میچیند برای خودش تا اینکه لبگزان باشد و شایسته ملوک باشد، شایسته پادشاهان باشد. اینکه کسی سخت بگیرد این شاخه ها رو سخت بگیرد و دست نکشد از آن، به این سیب بگویند که تو رسیده ای، اکنون دست از این شاخه بردار. میگه نه. مولانا میگه سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. همینه، یعنی میگه که مثالی هم میزنه، مثالش هم اینه که تعصب چرا خوب نیست و مثبت و منفی هم ندارد. بعضا این اشتباه شده است که میگویم تعصب خشک دارد. تعصب خشک است هستن، تعصب بدبختی است. هر کسی تعصب دارد، ممکن نیست مثبت باشد. تعصب مثبت نداریم ما، در افواه مردم آمده است که تعصب مثبت خوب است. نه، تعصب از هر جهتی زشت است و بد است و انسان باید خود را از شر تعصبات، هر چه که باشد، تعصبات دینی، تعصبات ملی، تعصبات، از هر گونه تعصب باید دست بردارد انسان آزاده که نمیتواند اهل تعصب باشد. از همه تعصبات باید انسان دست بردارد تا بتواند آزاد باشد، آزاد بماند. ما تعصب مثبت نداریم. این که تا سختگیری و تعصب خامی است. آدم های سختگیر هم که میگن این حرف من است و غیر از این نیست، اینها هم آدم های درستی نیستن. سعی کنیم در زندگی من یا این یا آن نباشیم، هم این و هم آن باشیم. سعی کنیم در زندگی من انسان های سختگیری نسبت به حتی عقاید خود نباشیم. عقیده خود رو احتمال بدهیم عقیده من اشتباه است. چرا ما فکر میکنیم عقیده ما هم درست است و عقیده دیگران غلط است؟ ما چرا فکر میکنیم ما راست میاندیشیم و دیگران غلط میاندیشن؟ ما چرا فکر میکنیم که من خوبم و دیگران بدن؟ من خوب میفهمم، دیگران نمیفهمن. این مهمترین عامل جهل و نادانی است. انسان باید اشتباه خودش رو بپذیرد، احتمال اشتباه بدهد برای خود، از هر کسی که هست سخنی یاد بگیرد، هرچند کودکی باشد. ممکن است یک کودکی به یک عالم فرزانه چیزی بگوید که او نمیدانست است و تفطن کند. بزرگان ما چنین بودند، به حرف کودک 2 ساله هم ترجمه میکردند. شاید حکمتی در آن باشد، شاید از آن بهره‌ای ببرد. اینکه این شرایط وجود دارد بسیار قابل اهمیت هست. انسان از این تعصب ها رها شود. یکی از این تعصب ها تعصب به جان است، تعصب به این دنیا است. این دنیا رو نمیخواهد رها کند. آن درخت وقتی که هنوز آن سیب نرسیده از کال است، محکم شاخه رو گرفته است، ولی وقتی چون که شیرین گشت و لبگزان، آن وقتی که مولانا میگه شیرین شد، لبگز شد، یعنی خیلی شیرین شد، خود به خود خواهد افتاد. هیچ میوه شیرینی بر بالای درخت قرار پیدا نخواهد کرد. وقتی انسان رسید به آن غایت خود رسید، دیگر در آنجا دست خواهد شست و آن دست تعصب رها خواهد کرد، شاخه منیت رها خواهد کرد و آزاد خواهد شد از آن وابستگی هایی که داشته است. خب میگه خرمنی بودی به دشت افراشته. شما حساب کنید یک دشت بسیار بزرگی خرمنی هست، گندمی کاشتن، جوی کاشتن، همینجور مانده است، معطل است. این باید درو شود. اینجا خواهد گفت که مولانا خواهد گفت و الان خواهیم خواند که قصه اش رو، که
حضرت موسی آمد پیش خدا، موسی کلیم الله بود، با خدا سخنان فراوان گفته است، آمد پیش خدا گفت خدایا آخه این چه کاریه، این چه کاریه که این همه انسان رو می آفرینی با این ظرافت، با این زیبایی، به این، به قول خودمان به این خوشگلی، این کودک رو می آفرینی به این زیبایی، بعد بزرگش می کنی، زیباترش می کنی، زیباترش می کنی، به جوانی می رسانی، دیگر در اوج زیبایی و قشنگیست، بعد قشنگترش می کنی، بعد پیرش می کنی، بعد آخرش این رو می زنی، می شکنی، می میرانی. این چه حکمتیست؟ این چه کاریست می کنی؟ چه کسی چنین می کنه؟ آن شعر رو هم به تعریض گفتم، جامیست که عقل آفرین می زندش، صد بوسه زمهر بر جبین می زندش. این کوزگر دهر چنین جام ظریف یا لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. میگه آخه این البته اون تعرض داره، میدانی که میگه عقل آفرین، میگه اگه عقل داشت که چرا میسازد و میزند به زمین. خدا چه کسی، کدام کارخانه میآید یک گلدان زیبا میسازد و از اینکه خیلی زیبا این رو ساخت، بعد رو توشش کرد و به همه جاش رسید، بعد میزنه میشکنه. چه کسی، کدام عاقل این کار رو میکند که خدایا تو این کار رو میکنی، تو آمده یک انسان رو به زیباترین نحو میآفرینی، بعدش این کوزگر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. دوباره این 7 میلیارد انسان رو به وجود میآوری، بعد میزنی همشون رو میشکنی، بعد دوباره. این چه کاریست؟ موسی این سخن رو با خدا بیان کرد که خدایا این چه کاریست؟ چرا میآفرینی بعد میمیرانی؟ بعد خدا گفت باشه، برو یک مقدار جواب سوالت یک سال بعد خواهم داد، برو کشت و کار کن، برو گندم بکار، یک دشت وسیع. این آمد گندم ها رو کاشت و اینها به اینها رسید، رسیدگی کرد. بعد که اینها رسیدن، داسی برداشت و همه اینها رو برید. خدا آمد با او سخن گفت، ای موسی چرا اینها رو میبرید؟ گفت خب خدایا اینها رسیدن، اینها به کمال خودشان رسیدن، اینها باید نان شود، اینها باید پیشرفته باشن، تکامل بده، اینها باید نان شود و به قول مولانا بعد از اینکه نان شد جان شود، برود یک انسانی او رو بخورد و او تبدیل به جان شود، تبدیل به روح شود، حیات شود. این درسته این گندم اینجا میمیرد، ولی موجب حیات برتری میشود، انسانهای فرهیخته‌ای این نان رو خواهند خورد، لذت ها خواهند برد. و البته چه می کند؟ این گندم ها رو اول چکار می کند؟ آسیاب می کند. اینها کلن انسان ها رو خورد می کند و خاکشیر می کند، همین ها رو خورد می کند. بعد از آن به اینها آبی می زند، خمیرش می کند، هی کتک می زند این خمیر رو، هرچه بیشتر کتک بخورد این بدبخت، این خمیر بهتر ورخواهد آمد، نانش خوشمزه تر خواهد بود، هر چقدر این ریزتر آرد شود این خوشمزه تر است. این انسان هر چقدر استخوان‌هاش پودرتر شود، این برای نان عالم ملکوت خوشمزه تر خواهد بود. این رو آورد و نان رو آورد و بعد حالا بسش نبود، این همه خورد کرد، این همه کتک زد، هی از بالا پایین از انداخت و زد او رو. بعدش اینها رو چکار کرد؟ باد مالش داد، اینها رو کم کم به اندازه های خاص برید، اینها رو آورد تو تنور سوزاند، تو تنور گرم قرار داد که باید پخته شوی، باید متکامل شوی. بعد از آن این نان رو داد به یک انسانی که اون نان رو تبدیل جان کند. بعد از اینکه او رو خورد چه اتفاقی می افتد؟ باز هم سرنوشت بدتری پیدا می کند. خب این که این چه اتفاقی می افتد و این چیست؟ این برای تکامل است. خدا به موسی گفت موسی ها چرا داست در دست گرفته ای و این گندم ها مگر جان ندارن، چرا اینها رو می کشی؟ موسی گفت که بله، آن را که کشتم حال می کشم تا این که به
حد نهایی خود برسد. همه چیز باید به تکامل برسد. این جهان جهان تکامل است. بایستی در این مرحله باقی نماند و هر لحظه بایستی این تکامل ادامه پیدا کند. خرمنی بودی به دشت افراشته، مهمل و ناکوفته بگذاشته. حالا این کوبیدنش هم که مسئله است دیگه، که چطوری این دانه رو از آن مثلا کاه جدا میکنن، همش ضربه است دیگه، همش کتک خوردن و همش زدن است. مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شورزاری کاشت. مشکل این است که ما زندگی این بدن رو زندگی میدانیم، در حالی که زندگی نیست، این مرگ است. این مرگ بالاتر از این است، چون ما حیاتهای بالاتر رو ندیده ایم، از آن جهت به این مرگ توجه نداریم. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند آن قبین. میگه عقل همان عقلی که است، عقل کاذبه، عقل دروغ میگوید به ما. چقدر عقل ما به ما دروغ گفته است. میگه عقل کاذب هست، معکوس بین است. در جای دیگر مولانا میگه احول است، بعضی چیزها رو دوتا میبیند، خب دوبین است، و بعضی چیزها رو خلاف آنچه که واقعیت دارد میبیند. معکوس بین است، عقل ما هم معکوس میبیند. اصلا چشم ما هم چنین است دیگه، علم ثابت کرده است. ما درختی رو که میبینیم، در آن ماده زردی که در آنجا در اثر انعکاس میفتد، برعکس حال مغز ما دوباره تفسیر میکند و اون رو به شکل صحیح قرار میدهد، وگرنه آنجا هم معکوس است. اصلا ما کلا بینش انسان بینش معکوسی است. وقتی که انوار در چشم ما وارد میشوند، بازتاب آن در جای دیگر معکوس است. من این درخت رو میبینم، درخت در حقیقت در دید من دقیقا برعکس است. خب سرش پایین است و ریشهش بالاست، ولی مغز من تفسیر میکند، این رو درست نشان میدهد. وگرنه عقل اصلا دیدگان ما معکوس بین است. اساسا ما معکوس بین هستیم، ما همه چیز رو برعکس میبینیم. مرگ رو زندگی میبینیم و زندگی رو مرگ میبینیم. بنابراین ما میاییم میگوییم که فلان کس مرد، چون درک ندانیم، چون معکوس بین هستیم نمیدانیم که او زنده شد. من مرده‌ام، خبر ندارم. این معکوس بینی رو مولانا میخواد به ما بگه. مردن وجود ندارد، پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ مردنی وجود ندارد، آن زنده شد. خب من مرده هستم. ما برعکس میگیم، میگیم فلان کس خدا رحمتش کنه اون مرد، ولی من زنده هستم. هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ، حسرتش آن بود کش کم بود برگ. هیچ مرده هم حسرت نبرده است از مرگ. البته خبری نداریم، آنهایی که مردن دیگه خبری نمیگیریم، ولی خب آنهایی که به ارتباط با ارواح و علوم روحی و اینها معتقد هستند، دانشمندان بزرگی در انگلستان و در امریکا هستند، اینها ارواح رو میخوانند. حال نمیدانیم درست است درست نیست، حال ادعا میدارن، ادعا میکنن که ما امتحان کردیم اینها درست است و همه آنهایی که مرده بودند و بعد حالا مثلا از نظر پزشکی مردند، از نظر پزشکی 5 دقیقه مردند، 1 روز مردند، بعد دوباره زنده شدند، از اینها واقعا مصاحبه های علمی گرفته شده و همه اینها در امریکا این اتفاق افتاده. از 20,000 نفر در طول 30-40 سال اینها مصاحبه گرفتند. مصاحبه گرفتن کسانی که به مرگ موقت رسیده بودن، بعد دوباره زنده شدن در اثر حالا کارهایی که پزشکان کردن، در اثر ممارست پزشکان آمدن اینها دوباره زنده شدن. ما داریم در بین خودمان هم از اینها داریم که قبلا یک بار مرده اند و دوباره زنده شدند. این بسیار مهم است. خب از اینها بپرسیم آیا واقعا راضی بودی که برگردی؟ اینها مصاحبه های علمی کردن، دانشمندان امریکایی. جالبه از 20,000 نفر حتی یکیشون نگفته که من راضی بودن که برگردم. مصاحبه هاشون هست الان، هیچ کدام نگفتن که ما راضی بودیم که برگردیم. همه گفتن آنجا خیلی زیباتر بود، خیلی بهتر بود، خیلی سبکتر بود. و گویا یکی از دوستان اینجا
خاطره‌ای دارد که بعد از جلسه خواهش می‌کنیم که این خاطره بعد از مرگ رو به ما بگن. حالا ادعا می‌کنم ببینیم چه خواهند فرمود. هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ، حسرتش آن بود کش کم بود برگ. چرا من کار کمتری، چرا به یتیمان کمتری کمک کردم؟ چرا به انسان‌های کمتری سلام دادم؟ چرا به انسان‌های کمتری لبخند زدم؟ من چرا با دیگران مهربان‌تر نبودم؟ من چرا قدر مادرم پدرم را ندانستم؟ این هاست حسرت‌ها، اینها خواهند بود، نه اینکه چیزهای دیگر. مقعد صدق و جلیس حق شده، رسته زین آب و گل آتش کرده. میگه در مقعد صدق هستم. مقعد محل قعود، محل نشستن صدق. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آیه قرآن هست. یعنی آنهایی که به خدا رسیده اند در محل صدق الهی. چون اینجا که محل کذبه، این جهان مقعد کذبه، آن جهان است که مقعد صدقه. اینجا همه به ما دروغ میگوین، ما خودمان به خودمان اینجا دروغ میگوییم. ای کاش روزی برسد که دیگر دروغ گفتن ممکن نباشد. ما نه به خودمان دروغ بتوانیم بگوییم، نه به دیگران، نه دیگران به ما بتوانند دروغ بگویند. آنجا مقعد صدق است، آنجا عالم دیگری است که مشخص خواهد شد. و از اینجاست که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که لیس للمعذین هم الموت و انما لهم حسرت الفوت. خیلی زیباست که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودند که برای مازین، برای آنهایی که در گذشته اند، هم و غم و اندوه مرگ وجود ندارد. هم و غم موت وجود ندارد، بلکه هم و غم فوت وجود دارد. ما فوت رو فکر میکنیم که با موت یکیست، فلانی فوت کرد. غلطه، نباید بگیم فوت. وفات شاید بگیم، آن وقت ممکن دارد، ولی فوت یه چیز دیگه است. فوت از فوته هست، وفات از وفیه هست. با اینها خیلی فرق داره. وفات یعنی این که انسان وفا کنه. وفا یعنی این که به حد اصلی امر، به حد اصلی خود برسد. وقتی یک چیزی میگن فلانی به عهدش وفا کرد، یعنی چه؟ یعنی آن عهد تا آن جایی که قرار بود انجام شود به همه آن ملتزم شد، همه آن عهد رو یک جا پذیرفت. وفات خیلی کلمه خوب، ولی فوت کلمه غلطیه. فوت یعنی از دست دادن و فوت یعنی از دست رفتن. خب اینجا حضرت فرمود که برای درگذشتگان موت مسئله نیست، برای اونها فوت مسئله. فوت یعنی چه؟ از دست دادن چیزهایی که باید انجام میدادن و انجام ندادن، کارهایی که باید میکردن و نکردن، دلهایی که باید شاد میکردن اما نکردن، لبهایی که باید میخنداندن اما نخنداندن، چشمهایی که نباید میگریاندن و گریاندند. اینهاست، اینها فوته، اینهایی است که از دست اینها در خواهد رفت. انسانهایی که با آنها به خوبی سخن میباید میگفتن و با آنها به درشتی سخن گفتن، خوبی میبایست میکردن بدی کردند، همه اینها به جای مهر و محبت غضب و خشم رو بر آنها راندند. راست فرمودان سپهدار بشر که هر آن کو کرد از دنیا گذر، نیستش درد و دریغ و غبن موت، بلکه هستش صد دریغ از بهر فوت. اونها دریغ موت ندارن، آنها از فوت و از دست دادن آن چیزی که با میبایست به دست میآوردند و در دستشان میداشتند ناراحتن که چرا قبله نکردم مرگ را، چرا من به سوی مرگ دقت نکردم، من چرا به مرگ اندیشه کمتری کردم، چرا مرگ را آرزو نکردم. مخزن هر دولت و هر برگ را، هر دولتی در مرگ است و هر برگ یعنی هم امکانات، برخورداری ها، همه برخورداری ها و امکانات در مرگ است. قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که باشد در اجل. من حول داشتم، دوبین بودم، دو تا میدیدم، اینجا رو زندگی میدانستم و آنجا رو مرگ میدانستم، در حالی که بایستی برعکس میبود. حسرت آن مردگان از مرگ نیست. زانست کن در نقش ها کردیم
ایست. خیلی زیباست. میگن حسرت آنهایی که مردن از مرگ نیست، آنها از اینکه چرا در آن نقش انسانیت که بوده است ایستاده است، چرا زودتر نیامده است، چرا زودتر به مرگ اقدام نکرده است، چرا زودتر دنبال مرگ نیامده است. و تا کسی آنجا نرسد این حسرتش دست ندهد و به سر این مسئله قطعا راه نیابد و به حقیقت آن نرسد، کما اشار الیه المولوی قدس سره. زان سبب دنیا مقدم آمده است تا بدانی قدر اقلیم الست، اقلیم الست و بربکم قالو بلا. چون از اینجا وارهی آنجا روی، در شکرخانه ابد شاکر شوی. اینجا زهرخانه هست، آنجا شکرخانه. این زهرخانه هی شب و روز زهر میخوری، زهر غم و غصه و اندوه میخوری، حاضر نیستی به شکرخانه بروی. این چه نادانیست که ما داریم. زهرخانه رو رها کن، شکرخانه در آنجا منتظر است. اینجا زهرهای حلاهل رو رها کن، در آنجا شرابهای ربانی در انتظار تو هست، مستیهای عاشقانه در آنجا منتظر توست. گویی آنجا خاک را میبیختم، زین جهان پاک میبگریختم. آن خاکهای رو باید به سرم بریزم که من از این خاک میگریختم. ای دریغا پیش از این بودی مجل، تا عذابم کم بودی اندر وحل. وحل یعنی آن گل یا مزبله‌ای که خیلی سخت باشد، انسان بیفتد دیگر نتواند که بیرون بیاید. مزبله، لجنزار، جاهایی که انسان ممکن است بیفتد و از اونجا دیگر رهایی نیابد. میگه این دنیا مانند وحل بود، من چقدر نادان بودم، ندانستم که من هرچه زودتر بایستی از این دنیا رها شوم. هر که میرد خود تمنا باشدش، که بودی زین پیش نقل مقصدش. میگه هر کس که میمیرد، مولانا خبر دارد، از عالم ملکوت خبر دارد، با ارواح گزین ارتباط دارد، او میگوید که ای کاش نقل من زودتر بود، ای کاش من این نقلمون، نقل من از این دنیا به آن دنیا زودتر اتفاق میفتد. مرگ نگوییم، نقل بگوییم. نقلی که از یک جهان به جهان برتر است، از جهان پس به جهان برین است. گر بدی بود تا بدی کمتر بودی، ور تقی با خانه زودتر آمدی. خب میگه من نکاش زودتر میرفتم پیش مرگ، پیش خدا زودتر میرفتم، چون اگر من بدکار بودم اون وقت عمرم کم میشد، بدی کم میکردم لااقل. ولی اگر متقی بودم آن وقت به خانه خودم زودتر میرسیدم. خانه خودم همان عالم دیگر است که به آنجا زودتر میرسیدم.